هفت، رویارویی با والد نکوهشگر درون. جوزف شوبرت میگوید کودکان بیشتر به الگو نیاز دارند تا به انتقاد. همه ما در ذهنمان والدی نکوهشگر داریم، ندایی که مدام برایمان پیام میفرستد که آنگونه که باید و شاید خوب یا کارآمد یا کاردان نیستیم. این بخش از روان ناظر چیرگر خوانده شده است که مستبد و صالح نما و حق به جانب است و قلدر نیز نامیده شده است، زیرا با فرمانهایش فکر ما را تسخیر می کند و اگر از دستورهایش تخلف ورزیم می گوید دوستت نخواهند داشت. خودم این بخش از روان را والد نکوهشگر می خوانم. والد نکوهشگر دوست دارد استیلا یابد و رئیس باشد. خودش را عقل کل می داند. دوست دارد فهرست بلند بالایی در دست یکایک نقاط ضعف ما را گوشزد کند. اغلب اوقات وقتی با این ندای شاگرد یا مراجعی گفتگو می کنم، آن فرد حالتی آمرانه یا والدگونه به خود می گیرد. بسیار پیش آمده که آن شخص ناگهان متوقف شده و گفته است طوری صحبت می کنم که انگار مادرم دارد صحبت می کند، یا گفته این که صدای پدرم بود. البته واقعیت نیز دارد، هرگاه منتقد یا نکوهشگر حرف می زند می توانم سن و سال او را حدس بزنم. اغلب مسنتر از خود شخص است. ندایی که به شخصیت کسی که در جلسه حاضر شده شباهتی بسیار اندک دارد. با در نظر گرفتن پیشینه خانوادگی هر فرد، والد نکوهشگر می تواند چهره های متفاوت به خود بگیرد و نقاب های گوناگون بر صورت نهد و به القاب و نام های بسیار درآید. شاید پدر یا مادر یا پدرخوانده، عمو، عمه، معلم یا مدیر مدرسه باشد. والد نکوهشگر به ما میگوید تو نامنظم و تنبل و شلخته هستی، تو ناقلا و آبزیرکا هستی، تو هرگز به جایی نمیرسی و چیزی نمیشوی، تو بی اندازه احمق هستی، تو یک خپله ابله هستی. قیافت زار می زدد نه قلیان مردنی. روز به روز خنگتر می شوی، باید به فکر چاره باشی. باید فکری به حال پوست، مو، پا، دور کمر و بقیه هیکلت بکنی. ظاهر جسمانی شخص یکی از بهترین نشانگیری ها برای والد نکوهشگر است، به ویژه آن جنبه های جسمانی که نمی توان آنها را تغییر داد. مثلا مشکل تو این است که مرد کوتاه یا بلندی به دنیا آمده ای، یا خیلی پیری یا خیلی جوانی، یا ثروتمند یا باهوش یا زیبا و جذاب اسرارآمیز نیستی. خلاصه اگر به والد نکوهشگر میدان بدهید،
چنان سرگرم تاخت و تاز می شود که دیگر از پس او بر نمی آیی. والد نکوهشگر تا بارها و بارها ما را به اتاق عمل جراح پلاستیک نبرد آرام نمی گیرد. اگر بخواهیم رضایت او را جلب کنیم به کاری بیهوده دست زده ایم، زیرا بیدرنگ بهانه یا راه دیگری پیدا و اختراع می کند تا همچنان بتواند از ما انتقاد کند. والد نکوهشگر هیچگاه خرسند نمی شود. به ایراد گرفتن عشق می ورزد، چون به جز انتقاد کار دیگری بلد نیست. نهایتاً هر کاری هم که بکنیم از دیدگاه او ناقص و معیوب است. والد نکوهشگر درون در دوران کودکی شخص به خود شکل می گیرد و پرورش می یابد و از همه کسانی که در محیط دوران کودکی انتقاد و سرزنش و ما را دچار احساس شرم می کردن می آموزد. والدین و همه صاحبان اختیار و اقتدار که به ما می گفتند شیطان و بازیگوش و بیهوش و نامنظم هستیم یا حتی اشتباه کرده ایم، به ویژه اگر پدر و مادرمان نمی خواستند که به دنیا بیاییم، اینها جملگی پیام هایی بودند که در طول سالها بر اثر تکرار تقویت می شدند و به ما شستشوی مغزی می دادند. این اظهارات منفی درونی شده را اغلب نوار می خوانند که مانند نوار ضبط صوت در ذهن ضبط شده و در جسم علامت گذاری می شود. مثلا اظهار منفی درونی شده باید از خودت خجالت بکشی که فلان، معمولا به عادت بد نشستن یا انحنای ستون فقرات تبدیل می شود. این نوار ذهنی قطعا به احترام به خیشتن ما صدمه می زند و نظام باورهای من را تحریف می کند. وقتی کودکی باورهای منفی درباره خودش را درونی می کند، بدین معناست که والد نکوهشگر درونش در حال آموزش ابتدایی است. آنگاه به هنگام نوجوانی والد نکوهشگر درون قادر می شود صدایش را بلند کند و زمانی که شخص به بلوغ و پختگی می رسد دیگر صدای والد نکوهشگر درون به صورت استریو پخش می شود. گاه در کلاس هایم از شرکت کنندگان می خواهم که تحقیرها و اظهارات منفی والد نکوهشگرشان را به صورتی اقرارآمیز با صدای بلند بگویند. معمولاً در انتهای قرائت این فهرست سایر شرکت کنندگان نیز احساس خستگی و بیرمقی می کنند. اکنون خودتان ببینید که ایرادگیری مداوم والد نکوهشگر درون با سطح تندرستی شادابی وجود من چه می کند؟ اکثر شرکت کنندگان در کلاس می گویند که اظهارات والد نکوهشگر آن شخص بیشباهت به اظهارات والد نکوهشگر خودشان نبوده است. وقتی انتقادهای والد نکوهشگر درون را به صدای بلند می خوانیم، می بینید که ربطی به زندگی امروزتان ندارد. آنگاه واقعیت اصلی هویت او آشکار می شود. امپراتوری اوریان و برهنه، قدرت پرستی بی اقتدار، بدین معنا که او همان اندازه صاحب قدرت است که ما به او قدرت بدهیم. در نظر داشته باشید که صدای والد نکوهشگر درون را نباید با ندای وجدان اشتباه گرفت، چون این دو
یکی نیستند. والد نکوهشگر درون برای آنچه که هستید به شما حمله می کند. ولی وجدان سالم از ما می خواهد که به ارزش‌ها و رفتاراتمان بنگریم و ببینیم که آیا با خودمان صادق هستیم؟ آیا کلام ما با اعمالمان مطابقت دارد؟ آیا به حرف‌های خود عمل می کنیم؟ وجدان سالم کمکمان می کند تا زندگیمان صادقانه و نمایانگر خیشتن راستینمان باشیم. حالان که والد نکوهشگر درونی که تحت کنترل نباشد زندگی ما را به جهنم تبدیل می کند. نخستین بار که پی بردم با انتقاد از کودکان چه صدمه‌ای به آنها می‌زنیم، زمانی بود که خودم مادری جوان بودم. دختر کوچکم تازه راه افتاده بود. روز سختی را پشت سر گذاشته بودم و با داشتن دو بچه زیر 3 سال دیگر رمقی برایم نمانده بود. دقیقا یادم نیست که دخترم چه کرده بود که ناراحت شد و به او گفته بودم واقعا که دختر بدی هستی. پیش از این هرگز چنین چیزی به او نگفته بودم. اشک از چشمانش جاری شد و با حرارت گفت نه، من دختر شیرین تر عسل خودت هستم. با شنیدن این حرف خودم هم گریه‌ام گرفت. در آغوشش گرفتم و گفتم بله، تو دختر شیرین تر عسل از عسل خودم هستی. واقعا متاسفم عزیزم، مرا ببخش، هیچگاه آن لحظه را از یاد نبردم. همچنین این درس آموزنده را که وقتی کودک برای آنچه که هست دچار شرم گردد تا چه اندازه احساس ویرانی و نابودی می کند. زیرا خاطر نشان ساختن رفتاری نامقبول یک چیز است و هستی کودک را دچار شرم ساختن و به باد سوال گرفتن چیز دیگری. رهایی از عادت دچار شرم ساختن خود که در کودکی آن را آموخته ایم، یعنی رویارویی با والد نکوهشگر درون. زیرا این ندا همچنان ما را دچار احساس شرمساری می کند و نه تنها برای آنچه به انجام می رسانیم، بلکه برای آنچه که هستیم. وانگهی سراسر وجودمان را ناکافی می داند و برای جلب رضایتش به هیچ کاری نمی توان دست زد. اگر این عادت مخرب را کنار نگذاریم، به گشودن زخم‌های کودکی می‌پردازیم. آنگاه هیچ بهبود و شفایی در کار نخواهد بود. این آزمون عظیم سفر قهرمان است. در اینجا با اژدها، جادوگر بدجنس، غول و هیولا روبرو می‌شویم و چهره راستین خصم را به همان صورتی که هست می‌بینیم. یعنی همه باورهای منفی که درباره خود داریم، این گرایش که نازیبا و شرم‌آور و بی‌ارزش هستیم، همه این باورها از بیرون آمده اند، یعنی وجود راستین ما نیستند. وقتی اینها را به همان صورت که هستند می‌بینیم، مجال می‌یابیم تا کودک درونمان را برهانیم. یکی از بهترین راه‌ها برای در معرض دید قرار دادن والد نکوهشگر درون این است که چهره به چهرهش قرار گیریم و بگذاریم حرفش را بزند. زیرا معمولاً نقاب بر چهره می‌گذارد و همچون موسیقی متن زمزمه می‌کند. به همین شیوه احترام به خود ما را می‌رباید. اما وقتی دور میزنیم تا مستقیما به چهرهش بنگریم، این مجال را میابیم که آن را به همان صورت که هست ببینیم، عضوی از اعضای خانواده درون. به هیچ وجه حکمران و رئیس نیست، اگرچه بعضی از والدین نکوهشگر درون بر این باورند که رئیس و حکمرانند.
رویارویی با والد نکوهشگر درون، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر والد نکوهشگر درونتان را بکشید. والد نکوهشگر، کودک جسور، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. در صورت نیاز می توانید از ضبط صوت و نوار خالی هم استفاده کنید. 1. به تصویر والد نکوهشگرتان بنگرید. 2. بگذارید والد نکوهشگر با دستی که بر آن تسلط دارید سخن بگوید. بگذارید همه آنچه را که در آن لحظه از زندگیتان می‌خواهد به شما بگوید بر روی کاغذ بنویسد. بگذارید والد نکوهشگر به صورت دوم شخص صحبت کند. مثلا به میزت نگاه کن، ببین تا چند اندازه منظم نیست. چطور می‌توانی در چنین جای کثیف و نامنظمی زندگی کنی؟ واقعا تو شلخته ای. 3. بار دیگر به صدای بلند یا خاموش سخنرانی والد نکوهشگرتان را بخوانید. شاید بخواهید آن را ضبط کنید و دوباره به آن گوش کنید. وقتی این سخنرانی را با صدای بلند می‌خوانید، واقعا به شیوه نمایشی و اقرارآمیز اجرایش کنید. وقتی دوباره به آن گوش می‌کنید، بگذارید واقعا واکنش خود را احساس کنید. شاید این بار به نظرتان مضحک بیاید، شاید شما را به خشم آورد. خواه آن را با صدای بلند بخوانید و خواه خاموش، به احساساتی که ناگاه در وجودتان می‌جوشد توجه کنید. 4. با دستی که بر آن تسلط ندارید، بگذارید کودک درونتان واکنش‌هایش را نسبت به والد نکوهشگر درون بنویسد. نسبت به احساساتی که درباره والد نکوهشگر درون تجربه کردید صادق باشید. نمونه ای از گفتگوی والد نکوهشگر و کودک جسور. والد درون: نمیدانم چرا هیچ کار را درست انجام نمی دهی. حتی تمرین هایی به این سادگی را هم درست حل نمی کنی. تازه توجه هم می خواهی. البته اگر اینقدر چاق و چله نبودی شاید مورد توجه قرار می گرفتی. مشکل عمدت این است که خیشتندار نیستی. از همه مهمتر، چه وقت می خواهی دست از تنبلی برداری و کارت را شروع کنی؟ تمام مدت در عواطف و احساساتت غوطه می‌خوری. اصلا عقل توی سرت نیست. برای همین نمی‌توانی کار کنی، چون بچه مانده ای. خودت رو هم جدی نمی‌گیری. به همین دلیل تا حالا نتوانسته ای شوهر پیدا کنی. در مورد تحصیلات هم که دیگر شورش رو در آورده ای. نه مدرک درست حسابی داری، نه طوری درس می‌خوانی که فوق لیسانست را بگیری، چه برسد به دکترا. کودک جسور: از تو میخواهم که فوراً دهانت رو برای همیشه ببندی، چون حق نداری با من اینطور صحبت کنی. هر وقت مرا به باد انتقاد میگیری دلم میخواهد زار زار گریه کنم. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا تنهایم نمیگذاری؟ دیگر نمیخواهم تو را ببینم. تنها کاری که بلدی این است که سرم داد بزنی. دیگر بس است، هرگز به سراغ من نیا، چون طاقت تحمل تو را ندارم. فهرست بالا، عیوب و نواقصی که والد نکوهشگر درون برمی شمارد معمولاً حاوی نظریاتی است که باورهای منفی ما را درباره خودمان آشکار می سازد. به هنگام برنامه ریزی مجدد باورهایمان برای حذف باورهای مخرب می توانیم نخست به اظهارات
وارد نکوهشگر درون توجه کنیم، آنگاه با استفاده از عبارتهای تأکیدی باورهای مخرب را به باورهای سودمند و مثبت تبدیل کنیم. یکی از زمینه‌های زندگی که رویارویی با والد نکوهشگر درون را لازم و اساسی می‌سازد، موانع خلاقیت است. زیرا والد نکوهشگر درون دشمن اصلی خلاقیت است و اگر به او اجازه تاخت و تاس داده شود، ما را تار و مار خواهد کرد. والد نکوهشگر درون با توقع تعالا و کمال در همه وقت، کودک درون را از مرحله آزمایش و تجربه که گام اساسی هر گونه فرایند خلاق است محروم می کند. موانع خلاقیت ترس از تغییر و دگرگونی، موانع نویسندگی یا دست زدن به سایر هنرها و کمبود انرژی مزمن را نیز شامل می شود. چنین موانعی عوارض یا نشانه ها یا آن است که کودک خلاق درون به تلسم والد نکوهشگر درون گرفتار آمده است. کودک درون می خواهد گفتگو کند، اما اگر نتواند احساساتش را بروز دهد، قادر به ابراز خلاقیت هم نخواهد بود. شاید در این لحظه از زندگیتان با مانعی مواجه باشید. آیا چیزی هست که واقعا مایل به انجامش باشید اما احساس کنید قادر به انجامش نیستید؟ در این صورت شاید این تکنیک بتواند شما را به گشایش یا آن سوی دیگر برساند تا بتوانید به مراد دلتان برسید. مراد دل، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط دارید، از کودک درونتان بخواهید که مراد دلش را به شما بگوید. چیزی که همواره خواسته باشد یا انجام دهد. معمولاً این چیزی است که در اعماق وجودش مدفون شده، چون کودک درون می ترسیده که مورد تحقیر والد نکوهشگر درون قرار گیرد. ترسی کاملاً برحق. بگذارید کودک درونتان مراد دلش را با دستی که بر آن تسلط ندارید بنویسد. 2. اکنون با دستی که بر آن تسلط دارید، بگذارید والد نکوهشگر درونتان عقاید و نظریاتش را درباره مراد دل کودک درونتان بنویسد. آنگاه کودک درونتان را تشویق کنید تا با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ والد نکوهشگر درون را بنویسد. بگذارید کودک درونتان جسورانه احساساتش را بیان کند. به خاطر آورید که اینجا مکانی امن برای ابراز وجود کودک درون است. 3. اکنون از کودک درونتان بخواهید که تصویر خودش را پس از رسیدن به مراد دلش بکشد. این تصویر را جایی بگذارید که بتوانید اغلب اوقات نگاهش کنید. عادت تجسم ذهنی آن را در خود پرورش دهید. این تصویر را به صورت عبارت تأکیدی و سریع مراد دل کودک درونتان به کار برید. 4. با دستی که بر آن تسلط دارید، گام ها یا اقداماتی را که در پیش خواهید گرفت تا کودک درونتان به مراد دلش برسد بنویسید. این گام ها یا اقدام ها را به طور مشخص در تقویم یا دفتر کارهای روزانه‌تان بنویسید تا تضمین حرمت به تعهدتان داشته باشید. چنانچه دیگر بار با مانع مواجه شدید،
این تمرین را تکرار کنید. انتقاد از جانب دیگران. هر اندازه که از والد نکوهشگر درون آگاه تر می شویم، بیشتر به حضور این ندا در دیگران پی می بریم. ندای نکوهشگر درون به ویژه در صاحب قدرتان و کسانی که احساس می کنیم بر ما تسلط یا نفوذ دارند آشکار است. شاید آنها در جامعه دارای مقام یا شغلی باشد که ملازم اقتدار است. مثلا قاضی، پلیس، معلم، پزشک، کشیش. شاید هم در زندگی شخصی ما نقشی خصوصی تر را ایفا کنند. مثلا والدین، صاحبخانه، رئیس، حتی شاید همسر یا خواهر و برادر بزرگتر یا بعضی از دوستانمان را در این جایگاه بیابیم. به رغم جایگاه اجتماعی افراد، هر کس که بتواند به طور عمدی یا غیر عمد ما را تحقیر کند یا به هراساند، در نقش والد نکوهشگر یا صاحب قدرت عمل می کند. اگر آگاه نباشیم که چگونه والد نکوهشگر درونمان بیرحمانه از ما عیب‌جویی می کند، به آسانی می توانیم انتقاداتش را به دیگران فرافکنیم و از جانب دیگران بدانیم. همه انتقاداتی را که از بیرون از سوی دیگران می آید می بینیم و نسبت به آنها واکنش نشان می دهیم و فکر می کنیم که تقصیر از آنهاست. آنها ما را به باد انتقاد گرفتند. در چنین فیلمنامه‌ای که خود آن را می نویسیم، خودمان به قربانی مظلوم تبدیل می شویم و آنها به آدمهایی پلید و بد. راه رهایی از این ماجرا پذیرش مسئولیت نقش و راه خیشتن است. همان گونه که روزولت گفته است، کسی نمی تواند آنچه را که خود پیشا پیش با خیشتن نمی کنیم در حق من روا دارد. به این مفهوم که احدی قادر به انتقاد مخرب نیست مگر اینکه خودمان با آن موافق باشیم و به آن رضایت دهیم. والد حمایتگرمان می تواند انتقادی را که به احترام به خود کودک درونمان آسیب میرساند نپذیرد. مادامی که صادقانه به شیوه انتقاد از خیشتن خود ننگریم، به آسانی می توانیم آن را از جانب دیگران بدانیم. برای حل این مسئله باید به ریشه آن، به درون خیشتن توجه کنیم. برای انجام این منظور لازم است والد نکوهشگر درونمان را بشناسیم و خودمان با او کنار بیاییم. تمرین زیر کمکتان می کند تا افرادی را که در زندگیتان به صورت صاحب قدرتتان تجربه می کنید مشخص سازید. اگر آنها نسبت به شما گرایشی انتقادآمیز دارند و شما را مورد داوری قرار می دهند، اجازه بدهید که حرفهایشان را به روی کاغذ بیاورند. البته بگذارید والد حمایتگر درونتان نیز پاسخهایش را بنویسد. چون آن افراد در اینجا حضور ندارند، کودک درونتان امن است. والد حمایتگر درونتان می تواند هر چه می خواهد بگوید. در اینجا نیازی به ادب و احترام هم نیست. دلیلی برای نجات دادن یا اطاعت کردن از این ندای منتقدانه وجود ندارد. اقامه یا بپا خواستن جهت منافع کودک درون. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. به یکی از افراد زندگیتان که شما را می هراساند
یا خارو خفیف می کند بیندیشید؟ اگر تعداد این افراد بیش از یک نفر است، در این لحظه فقط به یکی از آنها بیندیشید. دو، با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر این شخص را در حال هراساندن یا تحقیر کردن خودتان بکشید. در تصویرتان دور دهان او حباب بکشید و حرفهایی را که میزند نیز در درون حباب بنویسید. این مرغوب کننده چه میگوید؟ شما چه احساسی دارید؟ احساسهای خودتان را نیز در جایی بالای سرتان بنویسید. 3. ادامه گفتگو میان والد حمایتگر درونتان و آن شخص را به صورت مصور درآورید. بگذارید هر دو ندا، والد حمایتگر درون و آن شخص دیگر، از طریق دستی که بر آن تسلط دارید سخن گویند. به خاطر آورید که می توانید آزادانه هر آنچه را که احساس می کنید بر زبان بر روی کاغذ آورید، زیرا آن شخص جسمن در برابرتان نایستاده است. توجه: محرمانه نگاه داشتن این تمرین ضروری است. اگر احتمال بدهید کسی بدون اجازه شما آن را بخواند، بیان صادقانه احساساتتان دشوار خواهد بود. بدون بیان صادقانه احساسات نیز نخواهید توانست از انجام این تمرین سود ببرید. مختارید به هر شیوهی که می توانید از حریم خلوتگاه و زندگی خصوصی خود حمایت کنید. 4. با دستی که بر آن تسلط ندارید دیگر بار تصویر خودتان و آن شخص را بکشید. بگذارید تصویر نمایانگر احساس دلخواهتان در آن وضعیت یا در آن رابطه باشد. 5. تمرین اختیاری: اگر احساس می کنید به هنگام ادامه این گفتگوهای نوشتاری برای کنار آمدن با آن شخص به تقویت والد حمایتگر درونتان نیاز دارید، به فصل 6 بازگردید و تمرین کشیدن تصویر والد حمایتگر درون را از سر گیرید. هوشیاری: با دستی که بر آن تسلط دارید، تجربه ای را که از والد نکوهشگر درونتان داشتید بنویسید. تأثیری را که در زندگیتان داشته است بنویسید. در واره شیوه کنار آمدن با او چه آموختید؟ تمرین های این فصل را مورد بازبینی قرار دهید. واکنش‌هایتان را بنویسید. احساس می‌کنید در کدام زمینه‌های زندگیتان توسط والد نکوهشگر درونتان دچار مانع شده اید. 8. شفای زخم‌های کودکی: وقتی شخصی مسئولیت پدری و مادری کردن مجدد برای کودک زخمی درونش را به عهده می‌گیرد، نهایتاً همه ما را قدرتمند می‌سازد. چنین اشخاصی قهرمانان راستین زمانه ما هستند، زیرا شجاعانه ماجراهای دردناک کودکی خود را با ما در میان می‌نهند. به خاطر داشته باشید که هر گونه سوء استفاده از کودک در خفا انجام می‌گیرد. پس وقتی که اسرار برملا می شوند، امکان شفا و امید بهبود به وجود می آید. مکاتب روانکاوی و رواندرمانی به مصایب و زخم‌های دوران کودکی
توجه ویژه ای نشان دادند، یعنی هر دو توافق داشتند که مسائل و تجربه های حل نشده دوران کودکی بر سراسر زندگی انسان تأثیر می گذارد. همچون سنگریزه‌ای که اگر به دریاچه‌ای پرتاب شود، امواج کوچکی تولید می کند که تا دور دست ها پیش می رود. تأثیر رویدادهای دردناک کودکی نیز تا مدت ها به جا می ماند. شاید نظریه های مربوط به درمان این مشکلات متفاوت باشد. مثلا تکنیک پیروان فروید با تکنیک هواخواهان یونگ تفاوت داشته باشد. شاید عده‌ای گفتگو درباره خاطرات کودکی را ترجیح دهند و گروهی دیگر نوشتن تجربه های کودکی را تجویز کنند. شیوه درمان هرچه که باشد، هدف مشترک همه آنها یک چیز است: شفای زخم‌های کودکی. باید به خاطر داشت که کودک آسیب دیده یا آزرده درون بزرگ و بالغ نمی شود و آنچه اکنون در نظر داریم کشف این جنبه شفا نیافته دوران کودکی است که همچنان در فرد بالغ باقی مانده است. شاید پیشاپیش به هنگام انجام تمرین‌های قبلی با باقی مانده‌های تجربه‌های دردناک کودکی مواجه شده باشید. شاید احساسات و خاطره‌های به جا مانده به دلیل بعضی از گفتگوهایتان با کودک درون شتاب گرفته باشند. در این فصل از کتاب در نقش مشاور کودک آزاردیده‌ای که هنوز در درون من زندگی می کند بر شفای گذشته خود متمرکز می شویم. با اعطای پذیرش و توجهی که مدتها پیش نیاز داشت، با ابراز شفقت و تفاهمی که آنگاه می خواست، شفای زخم‌های کهنه کودک امروز درون را آغاز می‌کنیم. بیایید با زخم‌های خود روبرو شویم تا بتوانیم آنها را شفا بخشیم. همه ما به گونه‌ای در دوران کودکی‌مان تجربه‌های ناخوشایند یا دردناک داشته‌ایم و اگر این مسائل همچنان حل نشده به جا مانده باشند، انجام این تمرین ها می توانند بسیار سودمند باشند. تولد نقطه آغاز. در تمرین زیر گرایش هایی را که در باره تولدتان دارید کشف خواهید کرد تا بتوانید تجربه ای را که ترجیح می دادید داشته باشید باز آفرینید. تولد من، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با کودک درونتان گفتگو کنید. بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید درباره تولدتان بنویسد. از دیگران درباره تولدتان چه شنیده است؟ آیا خودش نیز خاطره‌ای دارد؟ درباره تولدتان چه احساسی دارد؟ 2. با دستی که بر آن تسلط دارید برای کودک درونتان توضیح دهید که می‌خواهید آن نوع تولدی را که دوست دارد و شایسته اوست به او بدهید. از کودک درونتان بخواهید که دقیقاً به شما بگوید چه نوع تولدی را می خواهد. بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید تولد دلخواهش را به زمان حال بنویسد. اکنون با دستی که مسلط هستید تصویر تولد تازه‌ای را که کودک درونتان توضیح داده است بکشید.
مشاور خود شدن. دوران کودکی می تواند لبریز از احساس تنهایی باشد، مخصوصا اگر والدین و پرستاران قادر به فهم و ادراک کودکان نبوده یا نتوانند شنوندگان خوبی باشند. وقتی بزرگ می شدیم که بسیار بودند احساسات و تجربه هایی که نمی توانستیم درباره آنها صحبت کنیم. اما کودک درونمان اکنون می تواند درباره آنها صحبت کند و ما نیز می توانیم به او گوش دهیم. در تمرین های بعد از نظر زمان به عقب خواهیم رفت تا با کودکی که روزگاری بودید همراه شوید. در نقش مشاور کودک درون گذشته تان می توانید آسایش و عشقی را که در کودکی از آن محروم بودید به خودتان پیشکش کنید. مشاوره با کودک گذشته ها. لوازم مورد نیاز: قلم و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر زمانی از کودکیتان را بکشید که احساس آزردگی، غم و اندوه و طرد شدن کردید ولی کسی را نداشتید که شما را تسکین دهد. 2. با دستی که بر آن تسلط دارید، توضیح دهید که اکنون اینجایید و می‌خواهید بگذارید که کودک درونتان احساساتش را احساس کند و با خیال آسوده آنها را با شما در میان گذارد. از کودک درونتان بخواهید که با دستی که بر آن تسلط ندارید آنچه را که اتفاق افتاد و احساسی را که داشت بنویسد. 3. از کودک درونتان بپرسید که آیا برای بهبود حالش به چیزی نیاز دارد. از او بخواهید که برایتان تصویر خودش را بکشد، سرشار از احساس امنیت و آسایش و قوت‌ور شدن در عشق و محبت. 4. آنگاه از کودک درونتان بخواهید با دستی که بر آن تسلط ندارید هر چیز دیگری را که می‌خواهد با شما در میان بگذارد برایتان بنویسد. گاه به گاه تمرین بالا را تکرار کنید و هر بار بر تجربه کودکی متفاوتی متمرکز شوید. اگر نمی دانید کدام تجربه را انتخاب کنید، ببینید در این لحظه از زندگیتان چه احساساتی به سراغتان می آیند. مثلا اگر اخیراً وضعیتی احساس وانهاده شدن را در وجودتان برانگیخته است، این تمرین را انجام دهید. از نظر زمان به عقب بازگردید تا به نخستین احساس وانهاده شدن که به خاطر می آورید برسید. در اینجا بعضی از احساساتی را که می توانید با کودک درون گذشته تان به کشف آنها بپردازید می خوانید: وحشت زده، غمگین، ماتم گرفته، محزون، ناامید، تنها، آزار دیده جسمی یا عاطفی، وانهاده، تحت شعاع قرار گرفته، گم شده، بیمار، مورد سوء استفاده قرار گرفته، خسته و فرسوده، آشفته و پریشان، خشمگین، خجالتی. فرایند ماتم گرفتن. بخش مهمی از شفای کودک درون فرایند ماتم گرفتن است. تعمدن واژه فرایند را به کار می‌برم زیرا رویارویی با اندوه مدفون شده خیش زمان و نیرو می‌طلبد. کسانی که در کودکی مورد نوعی سوء استفاده قرار گرفتند وقتی بزرگ می شوند سرانجام روزی در می آبند که هیچگاه کودکی واقعی نداشتند
و از همان کودکی می بایست در نقش کودکانی بزرگ سال نما، مثلا برای خواهرها و برادرهای کوچکتر خود پدری یا مادری کنند. می بینند مسئولیت دیگران بر شانه‌های کوچک آنها بوده، هرگز بازی نکردند، کارشان این بوده که مدرسه بروند، تکالیف مدرسه را انجام دهند، کارهای منزل را به سرانجام برسانند و پرستاری بچه کنند. وقتی شخص به پا می خیزد و اقرار می کند که سرش کلاه رفته و کودکیش از دستش رو بوده شده، سرانجام این نیرو را در خود می‌یابد که اندوه ژرف خویش را بیان و عیان کند. تنها در این صورت می‌توان به مرحله پدری و مادری کردن مجدد برای خویشتن گام نهاد و کودک تحسین انگیز درون خویش را کشف کرد. وقتی برای مرگ کسی ماتم می‌گیریم، این کودک درون است که ماتم می‌گیرد و اگر این فرایند را بند آوریم و اجازه ندهیم که به طور طبیعی آشکار شود و دورش را طی کند، به درد می‌چسبیم. عیناً وقتی که آدم گریهش می‌گیرد، اگر به خودش اجازه گریه کردن ندهد، نمی تواند آب دهانش را قورت بدهد. اندوه بیان و عیان نشده می تواند از نظر عاطفی و جسمی به انسان آسیب برساند. بررسی نشان داده است که بسیاری از افرادی که دچار سرطان شده اند، یک یا دو سال پیش از این تشخیص عزیزی را از دست داده اند. این الگو در کسانی که به تازگی بازنشسته شده اند گاهی مشاهده می شود. وقتی ماتم می گیریم، نشانه آن است که کودک آسیب پذیر درونمان نیاز به احساس کردن دارد. شاید خشمگین باشد و بخواهد فریاد بکشد. شاید نیاز داشته باشد گریه کند یا در آغوش گرفته شود، یا در نهایت ملاطفت و ملایمت با او رفتار شود. این والد مهرامیز درون ماست که می تواند در لحظه های شکننده اندوه و تنهایی مراقبت از خویشتن را به شیوهی نرم و شیرین به ما پیشکش کند. وداع. به هنگام انجام تمرین ها شاید از یادآوری فقدان جانکاه بعضی از افراد یا حیوانات دست‌آموز یا از دست دادن چیزهایی که برایتان بسیار پرمعنا و ارزشمند بودند دچار اندوه شوید. بگذارید کودک درونتان از طریق دستی که بر آن تسلط ندارید درباره احساساتش صحبت کند. بگذارید اشکهایتان سرازیر شوند. با دستی که بر آن تسلط دارید به کودک درونتان اطمینان خاطر دهید که کاملا درست و طبیعی است که کودک احساس و گریه کند. اگر مراقبت از کودک درونتان را دشوار می‌یابید، شاید بهتر است شخصی را به یاد آورید که در دوران کودکیتان در کنارش احساس امنیت و محبت می کردید. تمرین زیر کمکتان می کند تا چنین شخصی را به خاطر آورید. شخص مهرامیز دوران کودکی. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. بعضی از افراد مهرامیز دوران کودکیتان را به خاطر آورید. این افراد چگونه عشق و علاقهشان را نشان می دادند؟ بر یکی از این افراد تمرکز کنید. 2.
با دستی که بر آن تسلط ندارید درباره موقعیتی از دوران کودکیتان بنویسید که احساس می کردید مورد مهر و محبت قرار گرفته اید. موقعیتی را شرح دهید که خردسال بودید و این شخص به شما توجه کرد و به شما دست یاری داد. 3. اگر در این زمان از زندگیتان چیزی ناراحتتان می کند، با آن شخص مهرآمیز گذشته ها گفتگو کنید. با دستی که بر آن تسلط ندارید برای او درباره مسئلهتان بنویسید. آنگاه بگذارید شخص مهرآمیز گذشته ها با دستی که بر آن تسلط دارید پاسخ را برایتان بنویسد. برای شفای کودک درون گذشته ها باید اوقات خوش را نیز جشن گرفت. توجه به مصائب به بهای حذف تجربه های دلپذیر عدم توازن و بدبینی به وجود می آورد. اگر اوقات خوش خود را مورد قدردانی قرار ندهیم، خودمان را از منابع عظیم درونی خیش محروم می کنیم. توانایی شادمان ساختن خیشتن مهارتی است که باید آن را به کار گیریم. اوقات خوش، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. از کودک درون گذشته هایتان بپرسید که آیا در دوران کودکیش زمان یا موقعیتی وجود داشته که خوشحال بوده باشد؟ از کودک درونتان بخواهید که با کشیدن تصویر با یا نوشتن درباره آن با دستی که بر آن تسلط ندارید تجربهش را با شما سهیم شود. نامه به والدین یا پرستار دوران کودکی خود. 1. بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید نامه‌ای برای یکی از والدین یا پرستاران دوران کودکیتان بنویسد. از دیدگاه تازه‌ای که با انجام تمرین‌های کتاب درباره خودتان یافته‌اید، بگذارید کودک درونتان هر آنچه را که می‌خواهد در نامه‌اش بنویسد. 2. اگر احساس مطلوبی ایجاد می‌کند، بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید نامه‌ای برای عفو و بخشایش به یکی از والدین یا پرستاران دوران کودکی بنویسد. این نامه به منظور ارسال نیست، تنها مراد از آن شفای خودتان است. محتوای این نامه باید حقیقی باشد و از دل برآید. اگر احساس عفو و بخشایش نمی کنید، از روی اجبار این نامه را ننویسید. صبر کنید تا به موقع خود و به طور طبیعی پیش آید. هوشیاری، با دستی که بر آن تسلط دارید احساس خود را درباره آن چه در این فصل خواندید بنویسید. به هنگام انجام تمرین های آن چه تجربه هایی داشتید؟ بخش 3. زایش کودک جادویی. این بخش از پدر و مادری کردن در حق کودک درونمان پیوند با شادمانی نامحدود و خلاقیت بی انتهاست که کودک درونی شفا یافته می تواند به ما پیشکش کند. هدایای کودک درون عبارتند از شیطنت، بازیگوشی، شگفتی، خودانگیختگی و فلبداهگی و تفریح و سرگرمی. کودک درون برای آن که دلی جوان دارد به رغم سن و سال آنها سحر و جادو می آفریند. کودک درونی که احساس امنیت و حمایت و محبت و مراقبت کند دلی گشوده و ذهنی باز دارد. آزاد است که دوست بدارد و دوستش بدارند.
اکنون می خواهیم کودک بازیگوش، کودک خلاق، کودک معنوی درونمان را کشف کنیم. اگرچه همه این جنبه های وجود پیوندی نزدیک دارند، چهره های متفاوت روحی یکسان را نشان می دهند، وانگهی هر یک از آنها نیازها و هدایای یکتای خود را داراست. اخیراً این جنبه های کودک درون را کودک جادویی، کودک بازیگوش، کودک گرانقدر خوانده‌اند. این کودکی است که جوهر وجودش عشق است، نوزاد مقدس، فرزند تقدس. کشف کودک درون در واقع کشف دروازه جان است. معنویتی که بر پایه ادراک و تجربه و ستایش کودک درون استوار نباشد، به آسانی می تواند افراد را از انسانیت خود نیز دور کند. این کودک درون است که ما را انسان نگاه می دارد. هیچگاه بزرگ نمی شود. فقط هنگامی که می آموزیم چگونه وقت و محبت و توجه سزاوارش را در اختیارش قرار دهیم، حساسیت مثبت و اعتمادش افزونتر می شود. تناقض اینجاست که هرچه کودک درون بیشتر خودش را برای من آشکار سازد، به شیوه عمیق‌تری به خردمندترین و کهن‌ترین و جاودانه‌ترین بخش وجود من وصل می شویم. روح کودک خردسال درون من ما را به سوی جوهر الهی، به سوی خدای درون من هدایت می کند. اغلب این جنبه وجود را ضمیر برتر می خوانند. خودم آن را ضمیر درون می خوانم. 9. بگذارید کودک درونتان بازی کند. کودک بازیگوش درون دارای گنجایش و توانایی شادمانی راستین است، نه جایگزینی هایی که نوجوانان و بزرگسالان آنها را تفریح و سرگرمی می خوانند. البته منظور به هیچ وجه رفتار بچگانه یا تظاهر به کودکوار بودن نیست. کودک بازیگوش درون کودکی طبیعی است که می تواند حقیقتاً شاد باشد، مانند نوزادی که صرفاً از زنده بودن خیش سرخوش است و به وجد می آید. کودک بازیگوش درون از تفریحاتی ساده لذت می برد، مانند دویدن در فضای باز، بازی با حیوانات دست‌آموز، پیاده روی در پارک، خوردن میوه آبدار، آواز خواندن زیر دوش یا کنار دوستی نشستن. اگر نمی دانید چگونه کودک بازیگوش درونتان را بیابید، به جمع بازی بچه ها بروید. ببینید که بازی مانند دم و بازدمشان برایشان طبیعی است. تمام مدت به بازی سرگرمند. دنبال بهانه می گردند تا بازی کنند و هر فعالیتی را به بازی تبدیل نمایند. به هنگام مشاهده کودکان توجه کنید که از چه چیزهایی لذت می برند. ببینید چگونه شادی خود را با حالت چهره و صدا و حرکات بدن و کلماتشان نشان می دهند. اگر نمی دانیم چگونه بازی کنیم، بهترین راه این است که از کودک بازیگوش درونمان بپرسیم، زیرا او بهترین آموزگار ماست. معمولاً کودک درون عاشق موسیقی و تحرک و پیاده روی کنار ساحل و جنگل و تماشای سحر یا غروب و شنا و جمع‌آوری گنجشکاست. کودک بازیگوش درون اغلب از نظر جسمی بسیار فعال است. همچنین حضورش در زندگی من بر تندرستی و سرزندگی ما تأثیر بسزایی می گذارد. بدون حضور کودک بازیگوش درون
ورزش به انضباطی سخت و خشک و بیروح یا به انجام وظیفه‌ای شاق و خسته کننده تبدیل می شود. هر گونه ورزش یا تمرینی که کودک بازیگوش درون را سرگرم نکند نهایتاً محکوم و محتوم به فناست، زیرا سرانجام بر ضد آن برمی خیزیم و حق هم داریم، زیرا هدف از وجود جسممان این بوده که محظوظ گردد. کشیدن تصویر کودک بازیگوش درون. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. بگذارید کودک بازیگوش درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر خودش را در حال بازی بکشد. بگذارید کودک بازیگوش درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید بنویسد که دوست دارد برای تفریح و سرگرمی چه کارهایی بکند. 2. با کودک بازیگوش درونتان وارد گفتگوی نوشتاری شوید. با دستی که بر آن تسلط دارید از کودک بازیگوش درونتان بپرسید که در این لحظه از زندگیتان می‌خواهد چگونه بازی کند. ببینید کدام یک از زمینه‌های زندگیتان جا افتادند. آیا کودک درونتان در روابط، ورزش، تفریحات و سایر زمینه‌های زندگیتان نقشی فعال داشته است؟ از او بپرسید در کنار کدام یک از افراد زندگیتان احساس آسودگی و در کنار کدام یک احساس ناآسودگی می کند. همواره کودک بازیگوش درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید به شما پاسخ می دهد. 3. از کودک بازیگوش درونتان بخواهید با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر کارهایی را که می خواهد در این لحظه در زندگیتان انجام دهد بکشد. کودک درونتان می تواند زیر تصاویر جملات یا هرچه که می خواهد بنویسد. بهتر است که جملات به زمان حال باشند. مثلا دارم در غروب آفتاب کنار ساحل می دوم و رنگ های زیبای آسمان را تماشا می کنم و شن مرطوب ساحل را زیر پاهایم حس می کنم و مثل نسیم آزادم. 4. تصاویر را در جایی قرار دهید که بتوانید اکثر اوقات آنها را ببینید. از آنها به صورت عبارت تأکیدی بصری استفاده کنید. به صورت یادآوری نیازها و خواسته های کودک بازیگوش درونتان. 5. در برابر احساسات اصیل و راستین کودک بازیگوش درونتان باز و گشوده باشید. با عقاید و پیش‌فرض‌های کلیشه‌ای و قراردادی خودتان و او را به بند نکشید. شاید کودک بازیگوش درون همیشه نخواهد که فعال باشد. گاه شاید فقط بخواهد که دست به هیچ کاری نزند و فقط تفریح کند. اگر نمی دانید چگونه دارای حال و هوای بازیگوش و بانشاد باشید، به دوران کودکی خود بنگرید. وقتی بچه بودید خوب می دانستید چطور از ساده ترین و دلپذیرترین راه ها بازی کنید. کودک بازیگوش گذشته ها. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط ندارید بگذارید کودک درونتان درباره یکی از تجربه های لبریز از بازیگوشی و نشاط دوران کودکیتان بنویسد. 2.
بگذارید کودک درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر این تجربه را بکشد. دوست داشتم به خانه پدر بزرگ بروم. پدر بزرگ در حالی که به مسابقه فوتبال رادیو گوش می کرد اجازه می داد بغلش بنشینم. سر پدر بزرگ مو نداشت، بجز چند دانه که مثل نخ می مانست. پدر بزرگ چند تکه روبان به من داده بود، من هم روبانها را به آن چند تا موی پدر بزرگ می بستم. قیافه پدر بزرگ با آن همه روبان خیلی بامزه شده بود. خنده و تفریح و بازی. همه می دانیم که خنده و تفریح و بازی احساسی دلپذیر به وجود می آورد. همه دوست داریم بخندیم، اگرچه اغلب فراموشش می کنیم. والد نکوهشگر درون اداره امور را به دست می گیرد و زندگی تیره و عبوس و بیروح می شود. آن وقت خسته می شویم و شور و شوق زندگی را از دست می دهیم. در این حالت بیمار شدن آسان است و شاید مدتی به بستر بیفتیم. پس از تجربه با صدها تن از افراد مبتلا به بیماری های مزمن یا غیر قابل علاج متقاعد شدم که بیماری یکی از راه‌هایی است که کودک درون توسط آن عشق و توجه می ستاند. کودک درون به اندازه‌ای احساس و نهاده شدن می کند که تنها چاره را بیماری می بیند تا شخص بالاجبار هر کاری را که در دست دارد زمین نهد و به بستر افتد. داستان‌های بسیار درباره افرادی شنیدم که به علت فشار کار و ازدیاد مسئولیت جسم و ذهنشان در هم شکسته و از پا افتاده اند. اگر مستقیماً به کودک درونمان گوش فرا ندهیم، کودک درون از طریق بیماری غیر مستقیم سخن خواهد گفت. انتخاب میان این دو نیز با ماست. خندیدن لوازم مورد نیاز، کاغذ و قلم و ماژیک های رنگی. 1. از کودک بازیگوش درونتان بخواهید که همه راههایی را که از آن طریق می توانید فضایی برای خنده و بازی در زندگیتان ایجاد کنید با دستی که بر آن تسلط ندارید برایتان بنویسد. 2. با دستی که بر آن تسلط دارید قراردادی با کودک بازیگوش درونتان به امضا برسانید تا یکایک آن کارها را انجام دهید. دقیقاً بنویسید که در چه زمان کدام کار درخواستی او را به انجام خواهید رساند. این برنامه را در تقویم خود یادداشت کنید تا از یادتان نرود. بازی شفای راستین یعنی بازیابی شادی درون. دوست یا شخصی را بیابید که کودک بازیگوش درونتان بتواند آزادانه در کنارش احساساتش را بیان و عیان کند. از او دعوت کنید تا با شما به محل بازی کودکان، پارک، کنار دریا یا محیطی بیابید که کودک درون هر دوی شما بتواند آزادانه خودش را نمایان سازد. جایی که بتوانید مثل بچگی هایتان با هم قایم موشک، گرگم هوا بازی کنید. اگر والد نکوهشگر درونتان اهل داوری و قضاوت شدید است و زیر بار نمی رود که در حضور دیگران بازی کنید، زمانی را برگزینید که بتوانید تنها باشید.
اما در هر صورت بازی کنید. رقص و موسیقی و حرکت به کودک بازیگوش درون کمک می کند تا خودش را نمایان سازد. بگذارید کودک درونتان آزادانه با موسیقی حرکت کند، بپرد، بچرخد، بخزد و هر احساسی را که دارد با موسیقی عیان سازد. برای کودک درونتان اسباب بازی دلخواهش را بخرید. کودک درون همیشه بچه است و رشد نمی کند و نیاز به اسباب بازی دارد. می توانید جشن بال ماسک مخصوص کودک درون ترتیب دهید تا هر کس لباس کودکانه دلخواهش را بپوشد. مهمانی کودک درون یعنی هر کس کودک درونش را به مهمانی می آورد و با اسباب بازی دلخواهش به مهمانی می آید، یا کتاب‌های شیرین و زیبای بچه‌ها را بخرید و چندی آنها را بخوانید، یا با مداد یا گچ یا مداد رنگی فقط برای دل خودتان نقاشی یا مجسمه سازی کنید. با دستی که بر آن تسلط دارید برای کودک درونتان یادداشت‌های پرمحبت و تشویق‌آمیز بنویسید و با دستی که بر آن تسلط ندارید از جانب کودک درونتان برای خودتان یادداشت‌های شیرین و سرگرم کننده بنویسید. می توانید روزی را به روز بازی بزرگسالان اختصاص دهید تا در این روز بزرگسالان مثل بچه‌ها با هم بازی کنند. دوران بازنشستگی برای بسیاری از افراد دشوار است. بدون ساعات منظم و معین کار، بدون هویت ناشی از شغل و مقام، زندگی بعضی از اشخاص از هم فرو می پاشد. سالیان سال به کار از صبح تا غروب عادت کردند. اما اگر شخص به تفریحات و سرگرمی های سازنده عادت کرده باشد، این دوران به پاداشی مضاعف بدل می شود. به حیطه امکاناتی نامحدود تا کودک بازیگوش درون در سرزندگی و تراوت و شور و شوق سرگرمی های مورد علاقهش قوته ور شود. این را نیز به خاطر بسپارید که یکی از مؤثرترین راه ها برای جوان ماندن این است که بگذارید کودک بازیگوش درونتان بیدار و در زندگیتان فعال باشد. حتما برای خودتان اسباب بازی مورد علاقه ای را که در کودکی از آن محروم بودید بخرید و با آن بازی کنید. هوشیاری: با دستی که بر آن تسلط دارید، مشاهدات و تجربه هایی را که درباره کودک بازیگوش درونتان داشتید بنویسید. کودک بازیگوش درونتان در زندگیتان چه نقشی را بازی می کند؟ دیگر بار به تمرین هایی که انجام دادید نگاهی بیندازید. چه چیزی را کشف کردید؟ آیا کودک بازیگوش درونتان در زندگیتان فعال است؟ اگر پاسختان مثبت است در چه زمینه هایی؟ اگر فعال نیست چگونه می توان آن را فعال ساخت؟ 10. قدردانی از کودک خلاق درون. یودلر می گوید نبوغ یعنی بازیابی کودکی. پیکاسو گفته است هر کودکی هنرمند است. مسئله این است که چگونه پس از بزرگ شدن هنرمند باقی بماند. آری، هنرمند بزرگ چشمان کودک و بینش پیر خردمند را دارد. خلاقیت حق مسلم ماست، حق حیات ما، با آن به دنیا می آییم. کودکان به طور طبیعی خلاقند و دارای تخیلی قدرتمند. در دوره پیش از دبستان
کودکان از خلاقیت لبریزند و سرشار، اما ناگاه در دوره متوسطه جرقه های خلاقشان فروکش می کند و در دوران بلوغ و پختگی خاموش می شود. وقتی از بزرگ سالان شرکت کننده در کلاس هایم می خواهم که نقاشی کنند، دست پاچه می شوند. می گویند نمی توانند نقاشی کنند و کوچکترین استعداد هنری و خلاقیت و اینجور چیزها را ندارند. برای اینکه بتوانند بیاسایند و آرام بگیرند، باید نخست به فنون درمانی بپردازم. آیا لازم دارند؟ این است آنچه لازم دارند این است که والد نکوهشگر درونشان را چندی به مرخصی بفرستند و فضای امن به وجود آورند تا کودک خلاق درونشان بتواند نمایان شود و خودش را نشان دهد. زیرا کودک خلاق درون می تواند نقاشی کند، برقصد، آواز بخواند، اختراع کند، بنویسد، کشف کند و هزار کار دیگر. اگرچه والد نکوهشگر درون همواره دل مشغول نیکو به نظر می رسد و تسلط داشتن هراسان‌تر از آن است که اجازه آزمایش و تجربه بدهد، چرا که ممکن است به خطا بیانجامد. اگرچه دم و بازدم و حیات کودک خلاق درون به همین آزمایش ها و تجربه ها بسته است، باید به کودک درون اجازه داد که نامنظم و در هم بر هم باشد، به کشف امکانات تازه بپردازد و اشتباه هم بکند. در واقع برای کودک خلاق درون خطا و اشتباه معنایی ندارد. آنچه وجود دارد کشف کردن است، همین و بس. در این فصل به جهان جادویی کودک خلاق درون باز می گردیم، به عالمی که مدتها آن را پشت سر گذاشته بودیم. زیرا رویاهایمان در این حیطه زاییده می شوند و آرزوهای راستین ما از دل کودک خلاق درون برمی خیزد. روح کودک خلاق درون هیچ حد و مرزی نمی شناسد. می تواند تا ستاره ها پر بکشد. می تواند به اعماق روح انسان پی ببرد. از خزانه بی انتهای شور و شوق و تخیل سوخت می گیرد. هرگاه با هر نوع مانع خلاقیت روبرویم، به این معناست که کودک خلاق درون در اسارت نگاه داشته شده است. خلاقیت در دوران کودکی. وقتی مردم به من میگویند که بی استعدادند یا خلاق نیستند، از آنها میخواهم که بعضی از کارهای تخیلی را که در کودکی دوست داشتند انجام دهند به خاطر آورند. چه رویاهایی داشتند؟ میخواستند چه کنند یا چه کسی شوند؟ در سفرهای خیالی خود قوت‌بر در امکانات بیکران به کجا میرفتند؟ وقتی خاطراتشان را در میان میگذارند، داستانهایی باور نکردنی گفته میشوند. یکی از شرکت کنندگان در کلاسم گفت که یک تابستان با بهترین دوستش نمایشنامه‌ای نوشت و در یک دبیرستان آن را بر صحنه آورد و اجرا کرد. یکی از شاگردانم که خانواده‌ای تنگ دست داشت، از تکه پارچه های خیاطی مادرش برای خودش عروسک درست کرد. دو خواهر در یک روز زمستانی که به علت برف به مدرسه نرفته بودند، تمام روز را در اتاق خوابشان نشستند و تا توانستند با پارچه و پنبه اسباب بازی و عروسک و انواع و اقسام حیوانات و تقریبا یک باغ وحش کامل درست کردند. همراه با قصه ها و ماجراهایی که مثل سریال های تلویزیونی هفته ها ادامه داشت.
پس از گفتن چنین قصه هایی مردم معمولا غمگین می شوند. احساس می کنند باخته اند. زیرا بخش جادویی و خیال انگیز وجودشان جایی گم شده است. در حالی که روزگاری وجود داشته است. می پرسند چه شد؟ چه بر سرش آمد؟ هیچگاه فکر کرده اید که اگر می شد به اندازه دوران کودکیتان خلاق باشید یا اگر می توانستید کودک خلاق درونتان را پرورش دهید چه می شد؟ اگر بینش ها و رویاهایی می داشتید و به جای این که آنها را غیر عملی بخوانید و رها کنید آنها را متجلی می ساختید تا ظهور کند چه احساسی پیدا می کردید؟ بی تردید احساسی شگفت. این را می دانم چون تمام عمرم به همین کار سرگرم بودم. نخست در نقش هنرمند و سپس در مقام تعیین کننده دروس آموزشی و آنگاه در نقش طراح تولید و فیلمساز و اکنون در مقام نویسنده و درمانگر. همواره معتقد بودم که اگر می خواهید چیزی را بیاموزید بهترین معلم آن را پیدا کنید. به همین دلیل خلاقیت را از بودن در کنار افرادی که کودک خلاق درونشان کاملا زنده و فعال بود آموختم، نه از طریق کتاب یا کلاس یا پروژه های علمی. زیرا دبوغ راستین زایده کودک بازیگوش و کودک خلاق درون همراه با ایثار و انضباط صنعتگر یا هنرمندی ماهر است. خلاقیت در انحصار اندک شماری از افراد نیست. همگی صاحب آنیم، اگرچه برای متجلی ساختن آن باید سائیانه بازی کرد، کوشا بود و پشتکار داشت. اینها خصایص لازم و ضروری هر گونه توفیق اساسی است. اما بدون حضور کودک خلاق درون تقریبا هیچ چیز چندان جاذبه‌ای ندارد. هیچ چیز الهام بخش و خیال انگیز نیست. دست و پنجه نرم کردن محض با مهارت‌های تکنیکی انسان را به جایی نمی‌رساند. معتقدم کودک خلاق درون است که ما را به ستاره ها و به ژرفای زمین راستین خیش می‌رساند. تمرین زیر کمکتان می‌کند تا کودک خلاق گذشته هایتان را بازیابید. آن بخش از وجودتان را که می توانست اختراع کند برای مسائل راه حل بیابد و رویاهایتان را متجلی سازد. کودک درون گذشته ها. لوازم مورد نیاز قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. به زمانی از کودکیتان بیندیشید که چیزی را اختراع کردید یا به وجود آوردید یا به کاری خلاق دست زدید یا با استفاده از قوه تخیل خود عوالمی رویایی و خیالی آفریدید یا مسائلی را حل کردید یا ژرف‌ترین احساساتتان را بیان و عیان کردید. 2. با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر خودتان را به صورت کودکی در حال انجام کاری خلاق ترسیم کنید. 3. با دستی که بر آن تسلط ندارید بگذارید کودک خلاق درونتان درباره این تجربه بنویسد. 4. از کودک خلاق درون گذشتهتان بخواهید با دستی که بر آن تسلط ندارید شعری درباره خودش بنویسد. کودک خلاق درونتان هنوز زنده است
و می تواند در زندگی روزمره تان متجلی شود. می تواند در شیوه تزیین منزل، طرز لباس پوشیدن، شیوه آشپزی یا تزیین گل و گیاه خانه تان خودش را نشان دهد یا در تفریحات و سرگرمی های شخصی و سیر و سفرها و ورزش هایتان نمایان شود. می تواند افق های حرفه و هدف هایتان را بگسترد و برایتان طراوت و تازگی به ارمغان آورد. کودک خلاق درون، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر کودک خلاق درونتان را بکشید. 2. در گفتگوی نوشتاری با کودک خلاق درونتان، با دستی که بر آن تسلط دارید، از کودک خلاق درونتان بپرسید که در این لحظه زندگیتان چه احساسی دارد؟ آیا فعال است یا پنهان شده؟ دوست دارد چه کند و چه احساسی داشته باشد؟ و شما چه می توانید بکنید تا او را به خواستش برسانید؟ کودک خلاق درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخها را می نویسد. آرزوها و رویاها، لوازم مورد نیاز، قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. از کودک خلاق درونتان بخواهید با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر کاری را که میخواهد انجام دهد یا چیزی را که میخواهد بیان و عیان کند یا تجربه کند بکشد. 2. اکنون با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر دیگری بکشید. این بار کودک خلاق درونتان را پس از رسیدن به خواستش بکشید. شاید کاری خلاق را به پایان رسانده باشد. شاید مهارت تازه‌ای را آموخته باشد یا بر ترسی فایق آمده یا بر مانعی غلبه کرده باشد. بالغ: کوچولوی عزیز، اگر قرار بود خلاق تر باشی چه چیزی را خلق می کردی؟ کودک: دوست دارم بنویسم و طراحی و نقاشی کنم. بالغ: اگر قرار بود همین کاری را که انجام دهی چه می کردی؟ کودک: کتاب خودم را درست می کردم، عکس‌های خودم را در آن می گذاشتم، خودم تصاویرش را می کشیدم، خودم قصه هایش را می نوشتم، داستان دختر فقیر و شاهزاده، داستان خرس کوچولو و بقیه داستان ها. رابطه کودک خلاق درون و حرفه شخص. در حرفه خودم ناگزیر بودم بارها و بارها با موانع خلاقیت دست و پنجه نرم کنم. والد نکوهشگر درونم بیرحمانه هر گونه کوششم برای نویسنده شدن را به باد تمسخر می گرفت. بدون تکنیک گفتگوی نوشتاری با کودک خلاق درونم هرگز نمی توانستم کتاب بنویسم. هرگاه از من پرسیدند چگونه می توانم بر موانع خلاقیتم فائق آیم، گفتم با ایجاد فضای امن و احترام برای کودک خلاق درون، با گوش سپردن به احساسات کودک درون و مراقبت و حمایت مداوم از آن
و رفتار درست و مؤثر با والد نکوهشگر درون فضایی امن به وجود می آوریم تا کودک خلاق درون بتواند نمایان و شکوفا شود. فراخواندن کودک خلاق درون به حرفه خیشتن. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیکای رنگی. 1. از کودک خلاق درونتان بپرسید که اخیراً چگونه خودش را در کار نمایان می سازد. در کدام یک از اوضاع و شرایط احساس می کند که مورد استقبال قرار گرفته یا حتی بخش ضروری کارتان است. با دستی که بر آن تسلط دارید سوالها را بپرسید و اجازه دهید کودک خلاق درونتان با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخها را بنویسد. 2. به گفتگو با کودک خلاق درونتان ادامه دهید. از او بپرسید احساس می کند در کدام زمینه های کارتان جایی به او داده نشده است. کدام اوضاع و شرایط او را می آزارد و ناراحت می کند و نادیده می گیرد یا وا می نهد. 3. از کودک خلاق درونتان بپرسید که دوست دارد چگونه در زندگی حرفه‌تان نمایان شود. اگر جایگاه برحق خیش را می یافت چگونه زندگی حرفه‌تان را تغییر می داد؟ آیا شغل شما را عوض می کرد؟ آیا کلن حرفه‌تان را تغییر می داد؟ آیا نقش یا مسئولیت یا مقام شما را عوض می کرد؟ آیا محیط کار یا اوضاع و شرایط کارتان را تغییر می داد؟ 4. با دستی که بر آن تسلط ندارید بگذارید کودک خلاق درونتان تصویر خودش را در یکی از اوضاع و شرایط حرفه‌ای در حالی که بسیار خلاق و نمایانگر ابداع و مظهر تخیل است بکشد. گام بعدی این است که به خودتان اجازه نامنظم بودن بدهید. اجازه بدهید با سرانگشت‌هایتان رنگ‌های متفاوت را بر کاغذ کاهی بیازمایید. بسیاری از بزرگسالان قادر به این کار نیستند. هرچه بزرگتر و مسئولتر باشید، انجام این کار برایتان دشوارتر است. شاید والد نکوهشگر درونتان داد بزند که این چه کار احمقانه و بچگانه است. در این مقطع قلم و کاغذی بردارید و وارد گفتگوی نوشتاری شوید. بگذارید والد نکوهشگر درون آنچه را که می‌خواهد بگوید، ولی به کودک بازیگوش درونتان اجازه بدهید با دستی که بر آن تسلط ندارید به پا خیزد و خواسته هایش را به گوش والد نکوهشگر درونتان برساند. البته همیشه تصمیم نهایی برای هر امری با خود شماست. خمیربازی یکی دیگر از تمرین های مؤثر برای پرورش کودک خلاق درون خمیربازی با چشم‌های بسته است. چشم‌ها حتماً باید بسته باشند تا والد نکوهشگر درون نتواند قضاوت کند. این تمرین فقط برای این است که حس سرانگشت‌ها قوی شوند و شخص به بازی بنشیند. هوشیاری با دستی که بر آن تسلط دارید آنچرا که درباره کودک خلاق درونتان کشف کردید بنویسید. آیا کودک خلاق درونتان سرزنده و قدرتمند است؟
آیا خودش را پنهان کرده یا کاملا فعال است؟ در کدام زمینه از زندگیتان خودش را نشان می دهد؟ دوست دارد در کدام بخش از زندگیتان نمایان تر شود؟ 11. کشف کودک معنوی درون. در ژرفای دل هر یک از ما کودکی معنوی وجود دارد، نوزاد مقدس، طفل محبوب، کودک معصوم که با عشق و در عشق زندگی می کند. این بخش از وجودمان چیزی به نام منیت را نمی شناسد، زیرا منیت آن شکافی است که ما را از خدا، از طبیعت، از دیگران و از خود جدا می کند. کودک معنوی از واقعیتی بسیار عظیم‌تر از شخصیت آگاه است. به ما کمک می‌کند که تسلیم ضمیر برتر خود، خدای درونمان شویم، زیرا کودک معنوی با چشم دل می‌بیند. با دانش درون، کودک معنوی با سکوت روح و جان سخن می‌گوید، با کلمات ساده، با وضوح و روشنی و خرد جاودان. وقتی به شفای کودک درونمان می‌پردازیم، می‌بینیم که کودک معنوی درونمان در آستانه قلب ما منتظر ماست. برای ستایش و قدردانی راستین از گوهر کودک درون، بهتر است که مستقیم با ما سخن گوید. دوران کودکی ما هر اندازه نیست که دردناک بوده باشد، کودک معنوی در درونمان به سر برده است. هنوز نیز در درونمان به سر می‌برد و منتظر است که هدیه‌ای به ما بدهد. هدیه‌اش معصومیت و شور و شوقی است که بی‌تابانه به آن نیازمندی. این کودک فرزند نور است، قوت‌ور در نور، مهاد در شادمانی. کودک معنوی درون از این حقیقت آگاه است که منشأ بیکران عشق الهی او را زنده نگاه می دارد. با دیدن چهره هر کودک می توانید آن را ببینید، وجد زنده بودن را. متاسفانه وقتی به ظواهر زندگی می پردازیم، کودک معنوی درونمان تیره و تار می شود. وقتی توجه خود را به این معطوف می کنیم که در چشم دیگران چگونه به نظر می آییم، یا می کوشیم دیگران را به بازی بگیریم یا اطرافیانمان را زیر سلطه خود درآوریم، بینش کودک معنوی درون و تماس با ضمیر الهی خود را از دست می دهیم. کودک معنوی درون را می توان به هنگام مراقبه یا دعا یا تعمیق یا می توان حضورش را در شبی پر ستاره یا منظره دلانگیز بر فراز کوه احساس کرد. کودک معنوی همانا حس شگفتی ما را از وسط آسمان است و از شرفای اقیانوس. احساس حیرت از تماشای شکوفایی گل سرخ. کودک معنوی همان صدای آهسته و ملایمی است که ما را به خانه فرا می‌خواند، به درون ضمیر معنوی خیشتن. گاه کودک معنوی در رویا به سراغمان می‌آید. این زمان وقتی است که ذهن استدلالی کنار می‌رود و اجازه می‌دهد که خردی ژرف‌تر سخن گوید. گاه می‌بینیم که در حال زایش کودکی هستیم یا کودکی در حال تولد است. این معمولاً نمایانگر تولد ویژگی تازه یا بیدار شدن بخش خفته‌ای از شخصیت ماست. در جلسات خصوصی مشاوره هم همواره معنای اتکا به دیگری را دیگر بار تکرار می‌کنم. لازم می‌بینم که در اینجا نیز آن را یادآوری کنم. وقتی والد درونتان، خواه والد مهرامیز و خواه والد حمایتگر، از کودک درون همه مراقبت می کند، اما کودک درون خودتان را رها می کند و به حال خود می گذارد، این را می گویند اتکا به دیگری. معمولا
مراجع لبخندی تلخ می زند و اعتراف می کند که تمام عمر همین کار را کرده است. امیدوارم که پاسخ شما جز این باشد. نقش کودک در رویا. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. اگر کودکی را در رویاهایتان مشاهده کردید، می توانید با کشیدن تصویرش با دستی که بر آن تسلط ندارید پیامش را کشف کنید. آنگاه با تصویری که کشیده اید مصاحبه کنید. با دستی که بر آن تسلط دارید از کودکی که در رویایتان ظاهر شده بپرسید که آمده چه چیز را نشانتان دهد. آنگاه از کودک بپرسید که از شما چه می خواهد. با تشکر از کودک که ظاهر شده تا پیامش را به شما برساند مصاحبه‌تان را خاتمه دهید. 2. اگر می خواهید از ضمیر درون یا ضمیر برترتان پیام هایی دریافت کنید، پیش از خوابیدن نامه‌ای بنویسید، رویایی به طلبید که نشانتان دهد چگونه دیگر بار در حق کودک درونتان پدری و مادری کنید. اگر در زندگی روزمره‌تان مسئله ناراحت کننده‌ای وجود دارد، درباره‌اش هدایت به طلبید. پیشا پیش از ضمیر درون یا ضمیر برترتان برای پاسخ مثبت به طلب هدایتتان سپاسگزاری کنید. خطاب به ضمیر درون ارجمندم: تمنا دارم امشب رویایی عطایم فرمایی که نشانم دهد چگونه از کودک درونم بهتر مراقبت کنم. با عشق و احترام. کودک معنوی درون گذشته ها. شاید در دوران کودکی تجربه های معنوی شخصی و خصوصی بسیاری داشته اید که از راه های گوناگون به سراغتان می آمدند. شاید آنها را به دست فراموشی سپرده باشید. شاید هم بعدها آنها را بچگانه یا عجیب و غریب فرض کرده باشید. تمرین زیر این فرصت را در اختیارتان می گذارد که تجربه های آن دوران را زنده کنید و به صورت تجلیات کودک معنوی درونتان مورد قدردانی قرار دهید. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط ندارید بگذارید کودک معنوی درون گذشته هایتان درباره تجربه های معنوی دوران کودکیتان بنویسد. این مطالب شاید رویاها، مشاهدات درونی، مراقبه های و وقایعی را در بر گیرند که از مفهومی معنوی سرشار بودند. 2. از کودک معنوی درونتان بخواهید که تصویر خودش را با دستی که بر آن تسلط ندارید در یکی از این تجربه ها بکشد. ملاقات با کودک معنوی درون. تجسم خلاق زیر: مراقبه‌ای برای ملاقات کودک معنوی درون است. به هنگام تجسم خلاق بهتر است که چشمانتان بسته باشد. در نتیجه می توانید از یک نفر بخواهید که آن را برایتان بخواند یا آن را از روی نوار ضبط کنید و برای خود بگذارید. در هر صورت نخست جسمتان را به حال آرامش و استراحت عمیق درآورید. می توانید با چشم بسته بنشینید یا دراز بکشید. مجسم کنید یک روز زیبای بهاری در جنگل قدم می زنید و از جاده خاکی پایین می آیید. همه چیز سرسبز و تازه است. زمین از گلهای وحشی پوشیده شده. گلهای بنفش و صورتی و زرد و سفید
از همه چیز عطر تراوت می تراوت. پرندگان چهچه سر دادند و نور آفتاب از لابلای برگ ها بر زمین می بارد. در دامن پرمهر طبیعت، در آغوش نور و زیبایی و گلها و درختان و پرندگان و نور آفتاب احساس امنیت می کنید. همچنان که از جاده پایین می آیید، ناگهان به نقطه‌ای بسیار زیبا می رسید. در میان این مکان بسیار زیبا، عمارت کوچکی شبیه نمازخانه یا معبدی ظریف می بینید. از سقف نکتیز و در چوبی ساده آن پیداست که باید مکان مخصوص و مقدسی باشد. وقتی به آن نزدیک می شوید، در عمارت خود به خود باز می شود و کودک کوچکی از عمارت بیرون می آید و روی اولین پلهش می ایستد. کودک به شما لبخند می زند و به داخل عمارت دعوتتان می کند. وقتی نزدیکتر می شوید و با دقت به چهره کودک نگاه می کنید، متوجه می شوید که کودک خودتان هستید. کودک معنوی درون خودتان. کودک به شما خوش آمد می گوید. به شما می گوید که منتظرتان بوده است و از دیدار شما خوشحال است. آنگاه کودک معنوی درونتان از شما می خواهد که کفشایتان را درآورید و به درون عمارت بیایید. کودک دست شما را می گیرد و به داخل می برد. خودتان را در اتاقی مفروش و معطر از چوب میابید. اتاقه که کاملا خالی، فقط دو بالش روی زمین قرار دارد. اتاق از نور ملایمی که از دیوار روبرو میتابد روشن است. از دیوار مشبکی که سوراخ‌های مدور دارد، کودک به شما اشاره میکند که روی یکی از بالش‌ها روی زمین و روبروی نور خورشید بنشینید. کودک نیز روی بالش دیگر می نشیند. تقدس این مکان را احساس می کنید. همچنان که نشسته اید حس می کنید که احساس آرامشی دلپذیر و عشقی عمیق وجودتان را در بر می گیرد. گویی دیگر بار به درون خانه آمده اید. به درون خانه‌ای که خودتان هستید. پس از چندی کودک از شما دعوت می کند که بیرون به فضای آزاد و زیر نور آفتاب بروید. بیرون می روید و با هم دیگر روی نیمکت چوبی کوچکی زیر درخت های سبز می نشینید و در آنجا با کودک معنوی درونتان صحبت می کنید. می بینید اگرچه این کودک خردسال است، گویی از خرد و فرزانگی بسیار سرشار است. با سادگی و وضوح و روشنایی برخواست از دل سخن میگوید. به خوبی شما را میشناسد. وقتی گفتگوهایتان تمام میشود، کودک معنوی خود را به آغوش میکشید و از او میخواهید که با شما به خانه بیاید و در قلبتان زندگی کند. گفتگوی دل با دل. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماجیک های رنگی. 1. با کودک معنویتان گفتگوی نوشتاری داشته باشید. با دستی که بر آن تسلط دارید، سوال‌های دلخواهتان را بپرسید. آنگاه بگذارید کودک معنویتان با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ‌ها را بنویسد. 2. تصویر هر جنبه یا هر بخش از دیدار با کودک معنویتان را که می‌خواهید بکشید. 3. با دستی که بر آن تسلط ندارید تصویر کودک معنویتان را بکشید. کشف کودک معنوی درون. کودک معنوی در تصاویری که افراد می کشند به صور گوناگون ظاهر می شود.
گاه بسیار ملکوتی و آسمانی به نظر می رسد، گاه خصایص هنرهای ابتدایی را دارد، گاه نیز چهرهش همانند چهره تصویرگر آن به نظر می رسد. این دو تصویر که توسط دو نفر از شرکت کنندگان کشیده شدند، نمایانگر دو برداشت از کودک معنوی هستند. یکی از آنها همچون شاهزاده‌ای پریبار یا فرزند ستارگان که با دست مسلط کشیده شده و دیگری کودکی در حال دعا که با دست غیر مسلط کشیده شده است. در هر صورت والد غایی پدر و مادر بر حق و بزرگترین آموزگار ما کودک معنوی ماست. باد و همه ما اقتدار شفا دهندهش رو احساس و تجربه کنیم. گفتگو با هدایتگری معنوی. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. 1. شخصی را مجسم کنید که او را هدایتگری معنوی یا موجودی خردمند و دارای روح عشق و شفقت و تعهد نسبت به اصول آرامش و عدالت می‌دانید. این شخصی است که هر روز این اصول را در زندگی روزمره زندگی می‌کند و به کار می‌برد. این شخص می‌تواند انسانی زنده باشد یا شخصی که دیگر در قید حیات نیست. می‌تواند شخصیتی تاریخی یا یکی از استادان معنوی باشد. آنچه مهم است این است که این شخص در چشم شما مظهر هدایت معنوی و اقتدار درونی و فرزانگی باشد. به ویژه اگر خصایص او در ارتباط با شفای کودک درونتان باشد. 2. با هدایتگر معنویتان وارد گفتگوی نوشتاری شوید. با دستی که بر آن مسلطید سوالتان را بپرسید. اجازه بدهید که هدایتگر معنویتان با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ بگوید. حتما از او برای شفای کودک درونتان هدایت بطلبید. بپرسید چگونه میتواند در انجام این امر کمکتان کند. چه چیز را باید بدانید؟ برای عشق ورزیدن و گرامی داشتن و از نهادن به کودک درونتان لازم است چه کاری را به انجام برسانید؟ وقتی گفتگوی نوشتاریتان تمام شد، از هدایتگر معنوی خود برای یاری و عشق او در طول فرایند شفای خیش سپاسگزاری کنید. معمولا هدایتگر معنوی میگوید: به من اعتماد کن، بگذار احساساتت را احساس کنی، بگذار آسیب پذیر باشی و گریه کنی. چه لزومی دارد که همیشه نیرومند باشی؟ بگذار کودک درونت همه احساساتت را احساس کند، نه فقط بعضی از آنها را. فرصتی را به کودک درونت اختصاص بده و همه وقتت را با فعالیت پر نکن. بیشتر بخوان و بیشتر بنویس. به درون بنگر و از کودک درونت بپرس که خواهان چیست. برای طلب هدایت دست به دعا بردار. مجالی را نیز در اختیار کودک معنویت بگذار که این چنین به خدا و طبیعت و به خود تو نزدیک است. باد و کودک و پیر خردمند درونتان در توازن باشد و چشمانتان به درخشش چشمان پرنده‌های افسانه‌ها. آمین.